شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی را داشته باشین. امروز با یک دسر به نام دسر انبه در خدمتون هستم. با اجازتون مواد اولیه رو خدمتون عرض میکنم. زرده تخم مرغ 4 عدد، شکر 80 گرم، خامه فرم گرفته 100 گرم، ورق ژلاتین 8 ورق، آب انبه 2 لیوان یا 2 پیمانه، پوره انبه 100 گرم. خب ما ابتدای امر شروع میکنیم از زرده تخم مرغ و شکر رو با هم زم میزنیم تا خوب کشدار بشه و رنگش رو تغییر بده. در این فاصله آب انبه را داخل شیر جوشمون میریزیم و روی حرارت قرار میدیم. چوب دارچین رو اضافه میکنیم تا عطر خودش رو بگیره. برای آب کردن ورق ژلاتینمون نیاز داریم به آب سرد، که آب سرد رو اضافه میکنیم و ورقهای ژلاتین رو داخلش میندازیم تا نرم بشه و قابل استفاده برای دسر. دور همزن رو میتونیم تند کنیم سلام. خسته نباشید. متشکرم. مرسی. دستتون درد نکنه. ممنون. متشکر. دارید دسر انبه و نوشیدنی توت فرنگی رو حاضر میکنیم. بله. خیلی خوش اومدید خانم بگی. متشکرم. مرسی. ما وعده دادیم خدمت دوستان عزیز که از این به بعد شما چون حالا در آستانه گرما و تابستان هم قرار خواهیم گرفت، نوشیدنی‌های خنک که به دل همه به چسب براشون درست بکنید. ولی برای من اگه خواستید آب جوش درست بکنید. نه اینجا هستش. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. آب انبه و چوب دارچین رو روی حرارت گذاشتیم خانم مهرافزار تا به جوش بیاد و یه خورده غلیظ هم بشه. بوی خوش انبه هم که اینجا رو پر کرد. بله. و همچنان داره هم میخوره اونجا. بله. زرده تخم مرغ و شکر هستش. با همزن برقی میزنیم تا تغییر رنگ پیدا بکنه. ورقهای ژلاتینمون رو هم داخل آب سرد انداختیم تا نرم بشن و به مخلوط داغ آب انبه‌مون اضافه میکنیم. من دیگه حرفی نمیزدم چون قدرت صدای این همزن از من امروز بیشتره. همچنان داره هم میخوره. بله هم میخوره تا یک مقدار رنگش روشن بشه. خب من یه نگاهی بندازم قدیز بشه. بله. آها هنوز اون روشنی که میخواید نشده. خیلی درست. شکر هم کاملا داخل آب انبه حل میشه و یک محلول رقیقی به ما میده. زمان هم بخوره تا اون سفیدی که گفتید بشه؟ بنابر رنگ تخم مرغمون این زمان متغیر هستش، ولی به صورت تقریبی بین 5 تا 10 دقیقه مناسب هستش. آره چون ما 10 دقیقه نمیتونیم صبر کنیم. بله. الان حتماً. به همین اندازه بسنده میکنیم، کفایت میکنیم. بله درسته. الان ورقهای ژلاتینمون هم نرم شدن. آب اضافهش رو سعی میکنیم حداقل مقدور بگیریم و به آب انبه‌مون اضافهش میکنیم
آب انبه چون داغ هستش نیازی دیگه نداره که ورق ژلاتینمون رو به صورت غیر مستقیم ذوب کنیم. سریع آب میشه؟ بله سریع آب میشه. بعضی از نوشیدنی ها هستن که شاید ما حالا عادت نداشتیم، تا حالا نخوردیم، درست نکردیم. بله. تصور این که مثلا این میوه با اون آب میوه مخلوط بشه چی میخواد بشه برای بله. ما تعجب آوره. درسته. ولی خواهش میکنم از اون خوشمزه ها و عجیب غریباش حتما حتما برای دوستان عزیز تهیه بکنید. بله. که از این به بعد ببینن که طعم‌های مختلف چه معجزه‌ای میتونن بله. به وجود بیارن. الان محلولمون آماده شده، ورق‌های ژلاتین کاملا حل شده، چوب دارچین رو خارج میکنیم و به مایه تخم مرغمون و شکرمون اضافه میکنیم. در این مرحله پوره انبه رو هم به مابقی موادمون اضافه میکنیم. در اینجا کارمون تقریبا تمام هستش. میگذاریم یه خورده موادمون از حرارت اولیه بیفته، خامه فرم گرفته رو بهش اضافه میکنیم. دوست. داخل قالب مورد نظرمون که قالب 1 لیتری هست برای این مقدار مواد ریخته، میذاریم داخل یخچال به مدت تقریبی 8 ساعت میمونه. خیلی راحت تو ظرف آب گرم میذاریمش و دسرمون رو برمیگردیم. جدا به همین راحتی؟ به همین راحتی. بعضی از دوستان مثلا زنگ میزنن میگن که من قالبی که گذاشتم ممکنه که مثلا نگرفته باشه، آیا موردی میتونه پیش بیاد که اشکالی ایجاد بشه؟ اشکالی که میتونه که دوستان مراعات بکنن. بله، نکته ای که من لازم به ذکر میدونم به خدمت بینندگان بگم این هستش که مدت زمانی که داخل یخچال میگذارن از 8 ساعت کمتر نباشه و به صورت مطلوب این هستش که یک شبانه روز داخل یخچال بمونه. این نکات ایمنی رو بله دقیقاً و خیلی راحت هم برمیگرده. تو هر قالبی که دوست داشتن بریزن، فقط گنجایش این مواد تو قالب 1 لیتری باشه. درسته. دست شما بله، خواهش میکنم. ممنون. دسر انبمون تقریبا میشه گفت آماده شد. الان میخوام بریم سراغ نوشیدنی توت فرنگی. ما برای نوشیدنی توت فرنگیمون احتیاج داریم به 500 گرم توت فرنگی یخ زده، عسل 4 قاشق سوپخوری، وانیل 1/4 قاشق چایخوری، خام 100 گرم. میتونیم خامه رو هم داخل فریزر بگذاریم و یک مقدار یخ زده استفاده کنیم. در واقع ما تو این نوشیدنیمون از پودر شکر استفاده نمی کنیم و از عسل استفاده می کنیم به خاطر مزایا و محاسنی که داره. نوشیدنی بسیار راحت و بسیار خوشمزه‌ای هست و از دوستان عزیز به راحتی میتونن اینو در خونه تهیه کنن. بله با اجازت آماده میشه سریع. بله در حجم باید. توت فرنگی بالا هست، ممکنه یه خورده طول بکشه. مثلا توت فرنگی عادتشون اول فکر میکنن بعد یوهای مخلوط میشه. بله بله. شروع میکنن به فعالیت. مثلا که این دوستان توت فرنگی احساس بکنن که باید حتما هم بخورن. این توت فرنگی ها چون یک مقدار هم یخ زده هستن، درشت هم هستن، یک مقدار جدیدن یه همه دیگه میزنیم. قابل ذکره که میتونیم تو این همکاران پیشنهاد میدن از پشت صحنه میگن یه مقدار فشارش بدین. فکر میکنید این دستگاه پیشنهاد درستیه؟ نه دستگاه اون هم میگن توت فرنگی ها رو گوش کنید نداریم البته. بله موفق شدیم. بله
داخل پارچه مون می‌ریزیم. توی این دسر یا نوشیدنی میتونیم از ساقه طبیعی وانیل هم استفاده بکنیم که من اینجا خدمت دوستان عزیز نشون میدم. حالا من اینجا به عنوان تزیین استفاده میکنم، ولی لوبیای وانیل رو میتونن بگیرن، داخلش رو باز کنن و عصارش رو بریزن و استفاده کنن. کار ما اینجا تقریبا بله تموم شد. الان فکر میکنین که از دوستان و آشنایان و فامیل کی بیننده شما باشه؟ گل از گلتون شکفت. بله دقیقاً. حدس زدین. بله من خواهرم هستن که کانادا هستن، احتمالا برنامه خوب شما رو دارن میبینن. از همینجا بهشون سلام عرض میکنم. افسانه هستن. افسانه عزیز بله. ما هستن. بله. سلام علیکم بکنید. بله افسانه جان خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که خوب باشید. بله و از دیدن خواهر هنرمندتون لذت ببریم. ما جای شما رو خالی میکنیم. خیلی مشکرم. خب نوشیدنی توت فرنگیمون آماده شد. بله. دیگه چیزی اضافه نمیشه مگر اینکه حالا مثل شما خوش سلیقه ها بخواین یه تزیینی چیزی روش بذارن. بله. برنامه ان شاء الله میبینید. بعدش هم که دسرمون هم آماده شد. منتظریم یه خود خنک بشه که خامه فرم گرفته رو بهش اضافه کنیم و میره داخل قالب مورد نظرمون. خیلی متشکرم. بله من با این صدا چقدر مظلوم شدم. همیشه به این مظلومی نیستم. صدام در خیلی متشکرم. شما میام پیشتون. خب دوستان عزیز از فرصت استفاده بکنم. یکی